فیلم زفر داستان زنی به نام فاتی با بازی فروزان رو روایت میکنه که از زادگاهش به تهران میره. کت خدا و مادرش به اون نشانی خان سردار رو میدن. شمس الله زفر با بازی رضابه کیمانوردی راننده خان سردار فاتی رو به خونه سردار میرسونه، اما اونها به محض ورودشون با مشکلاتی مواجه میشن. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. دریا با بازی فروزان دختریه که توی یه مثلث عشقی با ناخدا و مسلم گرفتار شده. ناخدا طاهر از مردم بندر در مقابل جور و اجحاف مسلم و دار و دستش حمایت میکنه و از طرفی از ازدواج اون با دریا هم خشم میگینه. این اتفاق باعث درگیری های عجیبی میونه این سه نفر میشه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم.
این اصله یا شیرینی ماچ میگن چجوره روی لپا اینجور زیر گلو اینجوره روی سینه اینجوره بل بل گوش یا سر دوش این وره لبا چال روش بیا مچمالیم کن حالی به حالیم کن بیا مچمالیم کن حالی به حالیم کن الهی نمیری ای مرد والا گناه کردی آتیش بگیری ای مرد دیگه طاقت ندارم لب رو لبت میذارم اگه بخوای حرومه اگه نخوای تمومه فیلم پشت و خنجر به کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1356 داستان راجع به غلامه که وقتی متوجه میشه پسرش حشمت با زنی به نام پریم عاشرت داره به سراغ پری میره و از اون میخواد که دست از سر حشمت برداره اما چندی نمیگذره که خودش شیفته پری میشه غلام خانوادش رو رها میکنه و توسط کریم قلدر به دام اعتیاد میفته بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم توی فیلم میخک سفید ستاره با بازی فروزان یه آواز خونه محمود که خاطرخواه ستاره شده خونه مجلل برای ستاره و دوستاش فراهم میکنه و اونا رو به اجرای برنامه توی یه کاباره بزرگ دعوت میکنه از طرفی جوون دانشجویی به اسم مسعود به رغم مخالفت والدینش به ستاره اظهار علاقه میکنه فیلم میخک سفید محصول سال 1351 بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم از خانم دنیا شده به کامل بشکن و بلا بندار
فیلم دختر شاه پریون درباره دزد جوونیه که قصد سرقت کلکسیون دختر ثروتمندیو داره. دزد جوون عاشق دختر میشه و اجازه نمیده که همدستش کلکسیون اونو بدزده. بعد از یک سری ماجرا سرانجام دختر دزد جوونو به مرد دیگه‌ای که خواستگارش ترجیح میده و با اون ازدواج میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نگاه کن گذای نازنینم رو نجس کردم. خانم باجی نزده هنوز رخشیدی بندی یه ناخوش